مرسی ها مساوی نمرسی بازی میدارن باختن و تیم تاپ هایی بود باید بباز آدم که ببره امره کلیمان بله ها کلیمان هم بسیار کالج چی هست بگر؟ استریکت هستن و کالج بسیار قدیس بله بسیار قدیس بودن خب متاسفانه یکی از دو پلیر بسیار خوب ما که بلال جان است و فراز جان اینا متاسفانه بازی نتونستن کنن به خاطر از اینکه یا با تیم کالج رسمی هستن و با تیم کالج خوشش برای اجازه نداده که در داخل بازی کنن یک خانم در نیکاس که بنای خانم اجازه نمیتن که بازی کنن حکیم بلال اینجا هست کنجای بلال اجازه ما دیروز تیم بسیار با خوبی برده میتونستیم و همچنان یک کوچ نو هم اینجا هست مامو جان کوچ نو مامو جان کوچ نو تیم نیست بسیار آدم جوان بسیار شوقی و بسیار منظم و بسیار فعال و همچنان اساسان کوچشان جمال جان نورستانی است دوستان هم خدا جوان موفق و بسیار فامیلر است برخی است دیگه اسمال خان رئیس تیم است ما یک آدم متقاعدی کوچ هم امروشن هم کاری همیشه میکنم که امروشن اکی هستم تا امی کوچ بودن هم کار پروفشنل است و امی دو نفر اردوش هم پروفشنل است امی کارشان جمال دان خود کارش نیست اما بابو جان امی مسلکش هست و بسار از هر نگاه باز محفظ بسار جان قابل افتخار است برای هر کدامشون مارتو کنید و امروز اینجا یک گیم داریم به شهر تاوزند وکس هست برای یکی از یونیورسیتی نورترن یونیورسیتی هست دیگه فاصله هم یک 20 مایل هست بخیرم از اینجا دیگه هر دوستایی که میتونن بیان بسیار خوب میشه ببینین تیم میده بارس حالا ببینین ساعت افتونی میتونه باشه یک 20 مایل تفاق 20 مایل راه هست از اونی وان و وان یک 20 مایل راه هست بیدی راستی میگه یک مایل از سه مایل میده این فاصله هایی کرد اشار شما نیزمه چون که بید در قدرهای میدینیم این چی خدور هست من جا با بفرشم برد نه اگر افغانستان المپیک یک علاقه داشته باشه که یا 10 سال بعد 15 سال بعد یک تیم بساخ داشته باشه یا باید از یک 5 ساله شروع کنه شروع کنن و در بسکتبال خوب حساب می شما هر چقدر تیز باشد هر چقدر که مستی کنین قلت اون پخش بود هیچ چیز اینا باید داشت توجه کنن که نباره که از 6 feet 7 6 5 6 8 6 9 باشه تربیت کنن از جد بخوان کی قوی است بله میشه ترنرها داشته باشن که برای 15 سال بعد یک تیم صحیح بسازن یک خودم میگیرم اگه نزدیک باشه خودم میتونم گرفتم اگه فون نگیرم شما رو میگیرم شما رو میگیرم شما رو میگیرم شما رو میگیرم شما رو پیش آرزو طوری بود که ورزشکارای جوان خود را یک جا با خود داشته باشم از اینکه این زمینه حال مساعد میشه بخش بسکتبال مخصوصا که افتخارات را برای افغانستان کمایی کردن و زیاد آرزوی ما بود که با هم بشینیم با هم زیادتر معرفی شویم و از شما تشکری بکنم و از همه مهمتر تشریف آوری اسماعیل جان حسینی مسئول بخش بسکتبال را که تجربه طولانی در بسکتبال افغانستان دارند و به می شکل زبی جان ثبات که در کالیفرنیا تشریف دارند و بسیار زحمت کشیدند برای ما جای افتخار است که اردویشان امروز با ما تشریف دارند همچنان مهمانای عالی قدری که آمدند است در بخش ورزش افغانستان تجارب بسیار طولانی دارند با ما هستند امروز بریجان نفرشا بریجان و همچنان از تلویزیون خراسان مسئولشان رئیس شبکه جهانی تلویزیون حامد جان قادری که تشریف آوردن تشکری میکنم از جمیله جان فضل و آقای فضل که لطف کردن بسیار زیاد تشکر
و همچنان آرزو داشتم و دارم که یک ایده از افغانای بسیار خوب ما که در برگزاری تورنمنت ها حصه گرفتن و همیشه سهم میگیرن، از اونا بسیار سپاس و قدردانی باید صورت بگیره و همیشه آرزوی ما بود که اونا رو ببینم که مسکینیار صاحب تشریف دارن. بسیار تشکر. و همین قسم دوستای دیگه نتونستن امروز، باعث که وقت بسیار کوتاه بود اما که با ما میبودن اما فاصله دور بوده نتونستن تشریف بیارن. بر صورت در مورد سپورت فکر میکنم زیاد ضرورت ازی نباشه که من حضور شما کلمات را عرض بکنم، اما قسمی که در افغانستان هم معمول است و در دیگه جا هم میگن که عقل سلیم در بدن سالم هست، سپورت نقش خود را در جامعه داره، در پیشبرد جامعه داره و جوانان را با استعداد و با صحت بار میاره. من میخوایم در مورد اهمیت سپورت در رابطه با ارتباط با مناسبات کشورها صحبت بکنم که روابط کشورها را چطور با هم تحکیم میکنه و نزدیک میکنه. در مسائل بین المللی اکثرا که روابط بین کشورها نمی باشه، از طریق سپورت و ارسال تیمهای سپورتی به اون کشورها زمینه از این مساعد میشه که دوستی ها تحکیم شود. یعنی ورزشکارا و سپورتمن ها پیامبرای صلح هستند. اینا صلح را تحکیم میکنن و مناسبات و دوستی های کشورها را با هم نزدیک میکنن. که من امیدوار هستم که در این رابطه شما هم نقش خود را میداشته باشین که به کشورهایی که تشریف میبرین از افغانستان به شکل درست از او و شایسته از او نمایندگی بکنه. جای بسیار خوشی و افتخار در این رابطه هم هست که تیم باسکتبال افغانستان، تیم ملی افغانستان که یک بخش زیاد از او را افغانای ما که در کالیفرنیا تشریف دارن، در ویرجینیا تشریف دارن، اینا ساختن و بازی های را انجام دادن، مخصوصا در قطر در دوها که افتخارات را کمایی کردن برای افغانستان، بیرق افغانستان را سربلند نگه داشتن. جای بسیار خوشی و افتخار برای همه. تاثیر مستقیم این مسئله برای ما دو موضوع هست. یکی که مسئولیت برای ایده از ورزشکارای بزرگ ما، سابقه دار ما، اونا احساس مسئولیت کردن، زحمت کشیدن، حتی با وقت خود را صرف ازی کار کردن، پول و مسائل مادی خود را صرف کردن، این تو یک زمینه را مساعد ساختن به قابل قدر از نقش از اون. و در بعدوی از اون نقش خود ورزشکارای جوان ماست که اینا با احساس بسیار ملی و وطنی تانستن که از افغانستان عزیز نمایندگی بکنن و در اوج بیرق افغانستان سربلند نگه بکنن. که اردوی از این قابل قدر است که ما را به آینده سپورت افغانستان امیدوار می‌سازد. با وسیله این که کاستی های در متاسفانه وجود دارد در برزی که دولت ما شما مصروف دیگر کارهایی هست که نتانسته در بخش سپورت زیادتر توجه صورت بگیرد. اما شخص جلال ماه محمد کرزی رئیس جمهور افغانستان بسیار زیاد توجه به این رابطه دارد، دوست دارد از ورزشکارهای خود را. شما در جیران هستین که وقتی یک ورزشکار ما در یکی از کشورها افتخار کمایی کردن، مستقیما جلال ماه رئیس جمهور تلفنی با اونا صحبت کردن و وقتی که دوباره به وطن آمدن ملاقات کردن با اونا و اونا را تحت نوازش خود قرار دادن. یعنی همیشه رئیس جمهور ما با مسئولینه که در اوجه هستن، آقای جگدلک من میشناسم، با وسط که امکاناتشان بسیار کم است اما تلاش هایی را میکنه برای بهبود سپورت افغانستان. امیدوار هستیم که تلاش ها بیشتر شود و جوانای ما تشویق که بیشتر شود و بتانیم که افتخارات بیشتر را برای افغانستان عزیز خود کمایی بکنیم. من یک بار دیگه تشکری میکنم از آقای اسماعیل حسینی، آقای ثبات و دیگه دوستایی که تشریف آوردن. امیدوار هستم که در آینده بتانیم با هم مشترکاً کارهای بیشتر را به خاطر سپورت افغانستان، به خاطر توسعه و تشویق جوانهای خود انجام بدیم. تشکر یک جمع. جای بسیار افتخار است برای ما که یک بار دیگه با اعضای تیم ملی افغانستان اینجا آمدیم. با
جناب خودمون سر بسیار تشکر میکنیم که همیشه پیروانی کردن در پروگرامای ما با سندیوگو تشریف آوردن برای بسیار دور پیش از اینکه به دوام بریم به سر دفتر ما آمدن پیروانی کردن بسیار تشکر میکنم و جای افتخار است بازم که تیم افغانستان برای بار اول در هنگ کنگ در دوحه قطر موفق شده که مقابل هنگ کنگ با یک روز افتخاراتش در اینجا است دیگر چون وقت ما بسیار کم است مخاطبان با اجازه من میخوام که اعضای تیم مدیر معرفی کنم و هر کدامش معرفی بکنم و فرد اینجا باید تشریف بیاریم باز ما خواهش بکنم علی جان نوروزاد یوسف اعتمادی سلیمان عزیز مسعود اعتمادی عثمان عزیز عبدالله کریمی روشان آقای روشان بلال عزیزی عمر سکندری نافی مشرقی بعضی از یکی از دو پدرام هم که تصمیم را تشکیز هم از مشکلاتی که داشتن دیگه ای امی افتخار افغانستان در دوار 2006 این امی جوان ها بودن و همچنان برای ما بسیار افتخار است که استاد بزرگ خود اسماعیل خان کسلان کوچ باسکتبال خود من بودن و معلم و رهنمای من بودن باعث رئیس تیم ملی افغانستان به شما معرفی کنم اسماعیل خان یکی از جمله ورزشکارهای بسیار سابق افغانستان امی اساس باسکتبال افغانستان اسماعیل خان است اسماعیل خان حسینی اولین ورزشکاری بود که با اخلاق بسیار نیک تیم ورزشکاران دختران که در افغانستان در اون زمان 35 سال پیشتر یک تیم بسیار آبرومندانه و موفق در امان افغانستان اسماعیل خان حسینی مسئول از اون تیم بود بسیار با نام نیک و بزرگ موفقیت بسیار بزرگ ایجاد کرده بسیار جای افتخار است که اسماعیل خان اینجا هست برای من کاری میکنه دیگه من اسپیکر رو همین مکرافون به اسماعیل خان میتونم که یک چند لحظه گپ بزنن و بعض جوایز هست که باز ما از جناب خودتوس رو خواهش میکنم که به اعضای تیم ملی و به بعض دوستا که جست به نمایندگی ما و تیم المپیک افغانستان برای ورزشکارا بدن تشکر زبیدان خود کنن تمام گپ ها را گفتید دیگر هر کس که داخل گپ بزنه چیزی نمید با اجازه استاد محترم قادری صاحب امیر صاحب جمیله جان نورستانی صاحب کوچ جوان تیم ملی افغانستان آقای مموجان رفیق با اجازه رفیقا یک دو کلمه صحبت میکنم وقتا نمیگرم من به نمایندگی از افغانستان المپیک افغانستان اسف ورزشکارای افغانستان من سه ماه پیشتر به کابل رفتم این مدالاره که دارن تمامش افتخارات شماست که نه تنها در داخل افغانستان افتخارات قبول کردید بلکه از سراسر دنیا حتی آقای کرزد یک از بیانیه خود گفتن که زمان تیم با هنگ کنگ باندی غالب شد اونا ارزومندی رئیس به دولت همی بود که میخواست تیم هم بگرد ببینه از نزدیک شما یک محبت کنه متاسفانه دیگه فاصله را ایجاب از این نکرد که همی کار از باز تحافی که از طرف انور خان ریاست ملی المپیک افغانستان تهیه شده به اجازه کنسولت زبیجان و استاد محترم امیر خواهش میکنم که توضیح کنند چون وقت کم است امیر چون بچه ها مسابقه دارند میخواستند که برند امیر بهتر و خلاصه میخواهید توضیح کنیم یک چیز دارم من براتون میگم ما آقای باید فاندشان سانالای بیاد که مصارف تیم ملی افغانستان اولین نفری که باید شد که تیم باید بره و دو ها منصارف تیکیت بوده باشد اینا رو متقبل شدن آقای الکوزی که یک مبلغ که برای ما دادن که مصارف دوبه مصارف ودا و فدراسیون سپورتی افغان ها که در قسمت شروع و ختم لباس شما یک باز تدابیر گرفته بود اجرا کردن و در یک تعداد رستوران ها و یک تعداد بزنس های شخصی که شما را تا حال هم سپورت کرد همین ایونت که همین هست این هم از اونا قبلا من تشکر میکنیم با وجود کنار ندیریم از صمیم قلب بر اونا تبریک میگم و جای افتخار است که جوان در پالی ما شما استار است امید است که در آینده نزدیک اینا هر کدامشان مثل زبی جان وره مثل ما وره یک مصدر خدمت شد تیمای ملی افغانستان داخل افغانستان به سوی ملی و بین المللی المپیکی اینا معرفی کنند تشکر دارم سلام این توپ از آقای جوانترین کوچ ما آقای مامو جان و همه خواهش میکنیم که این توپ است که جای تمام رفتان این توپ است که این توپ های ادار و کنسلگری افغانستان تحصیل کنیم
جان که تشریف آوردن و مسکینیار سر که آمدن جان مسکینیار یک جان تشکر و همچنان کامران جان که در بخش تیبل تنیس بسیار لطف کردن زمیشه نام او بیره تفارات را کمایی کردن تشریف دارن برای من تشکر و از دیگه مهمانایی که نامشان را نگرفته باشم یک جهان سپاس و تشکری که امروز با ما هستن. عبدالله کریمی خالد کمال تشریف ندارن دیگه عمر جان سکندری آقای روشان محمود روشان سلیمان عزیز علی جان نوزاد علی جان اگر خواهش کنیم خودتون یک دوستای ما را مهربانی کنیم یک چی کنیم نباشن بس مخانم پکش کنیم بلال عزیزی عثمان عزیز حبیب کبیر تشریف ندارد مسعود اعتمادی آفی مشرقی اسمال فان مدار جان کار داری؟ بیدید مدار؟ نمازم
یوسف اعتمادی. جان کپتان تیم ملی افغانستان. من گفتم نمیدونم که مافی جانم کپتان و یوسف جانم کپتان تیم ملی بودن. حالا یک دانه دیگه هم هست اینجا این را باشن یک خواهر ما آمده یمینه جان باشن شکیر این را سکیر نفر سپیشن هست این محمد اسماعیل حسینی از طرف المپیک افغانستان این را شما برشن فال خان تبریک میگم سیبر سیبر شب تبریک میگم با این همه کارهایی که بیدیشم آمیدارم شب و رفاه کارهای سپورت همه یک قابل قدر است بسیار زیاد اینجا سمال کنه که دیگه از باسکتبالر افغانستان و بهترین کوچه که زحمت های بسیار زیاد کشیده در قسمت همیتیم و تعال فعال است از طرف خود و شما برای اینا تبریک میگم. مدال اسمان خان من سرم مدال اسمان خان من سرم اسمان خان من مدال اسمان خان من خیلی خیلی پشت مدال من اگر سرمان لطف کردیم این خواهر داشته باشیم اسمان خان میتونم کنیم چرا ببینیم ما یک چند دارد بیرق افغانستان داریم که برای مدالای المپیک است که او را برای کسایی که برای تیم ملی افغانستان زحمت کشیدن یکیش قایجان شریف است که عثمان خان رو خونتوز را پایش میکنن برای قایجان شریف را میره بتن نامدن این جای جام است و همین مدال هم برسید و جای جان در قسمت آیت جوری هم بسیار رول داشته و و یک داده یک دانه نگام که هست برای ادریجان مسکینیار است که زحمت کشیده در تیم ملی افغانستان موضوعی تی وی و وقت خود به ما همیشه داده و یک داره نگام با آمدجان قادری است که ما تبریک میگم تی وی شما را خدا کنه پروگرام های سیبورتی شما موفق باشه ما پس پیش از پیش شما را رشوت میدهیم که پروگرام های سیبورتی را باید است و یک دونه دیگه هم برای ببخشید جمال جان بزرگ جمال جان نورستانی جمال جان نورستانی بیتیم 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 زحمت کشیده داره بیتیم جمال جان بفرمید بیتیم محمد کوچ تیم ملی افغانستان است و یک داره نگاه میکرد سیگن اسمال خان برطان میگه که برای کنسول سره از طرف معاطف منصب از طرف تمام رفیقای های تیم ملی افغانستان و یک داره نگاه برای جمیله جان به شما دادن بفرمین سر که به شرط هستی شده شکر شاید 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 ش
از مامو جان رفیق خواهش میکردم که کوچ نو تیم ملی افغانستان اگه اینجا بیاید و دیگه اکس رو مهربانی کنم و مدال دارن و دیگه مدال رو پیش پیش گرفتن نام خواهد سر تبریک میگم یک دیگه برای آمدشاه جانم کامران جان یک عکس باز میگیره بفرمید کامران جان آمدشاه جانم مدالش را کامران جان بیاین شما بشه کده میگیم کامران جان در دنس دیدونم برای آمدشاه جان بتر بفرمید برای جان امیریسه جمیلی جان بسیار جان تشکر برای جان غفارداد یک از فوتبالار سابقی تیم ملی افغانستان که باعث افتخار تیم ملی افغانستان بوده و از ما همیشه احترامش داره با بهش میبالین و شکر که هستین و افتخار میکنیم با هرکس که میاد امروز ماکس میگیره دیگه نظر باشه با خودش رو مردم هستن با ما جمع 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 سلام به تمام بیننده های رادیو تلویزیون سلام به تمام بیننده های تلویزیون جهانی آریانا. بسیار خوشحال هستم امروز که در خدمت آقای عاطف نو، عتیق الله عاطف نو، جنرال کنسول افغانستان در لس آنجلس قرار داریم و امروز آقای عاطف نو لطف کردن و یک ضیافتی برپا کردن که ضیافت به خاطر تیم ملی بسکتبال افغانستان بود و حال رشته را به دست خودشان میتیم تا درباره از این تیم و ضیافت امروز یک کمی معلومات بدن. آقای عاطف نو، اول از اینکه تشکر که با اینکه مصروف هستین چند دقیقه وقت داره در اختیار ما و بیننده های تلویزیون آریانا گذاشتین، یک دنیا متشکر. و درباره از این ضیافت امروز اگر یک چیزی بگوین برای همه که ممنون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما هم که لطف کردین وقت خود را با ما یک جایی جا شریک ساختین که پیام خود را از طریق شما برای هموطنان عزیز خود برسونیم. تیم باسکتبال افغانستان که در کالیفرنیا اکثریت اعضایش تشریف داشتن، از مدت یک سال بدین سو آرزو داشتم که اینا را یک ضیافت یک جا بسازم و از اینا تشکری بکنم از نقششان که در سفر ورزشی که به دوحا داشتن به قطر و افتخارات را بر افغانستان کمایی کردن و تحت بیرق افغانستان بازی کردن با یک وجد و احساسات بسیار نیک. به خاطر قدردانی از این و به خاطر تشویق جوانای خود ما این محفل امروزی را ترتیب دادم و در پهلوی از او از طرف کمیته المپیک افغانستان مدال ها و تصدیق نامه های ارسال شده بود که او را از طریق رهبری تیم باسکتبال و کوچ تیم باسکتبال آقای اسماعیل حسینی و همچنان ذبیح‌الله سپاد یک جا با دیگر
سابقه دارای ورزش افغانستان که در کالیفرنیا تشریف دارن و جوانای خود به اعضای تیم بسکتبال رو توضیح کرده و تفیض کرده. بسیار زیاد تشکر آقای عاطف مل. واقعا وقتی که آدم میبینه که سران یک مملکت یا کسایی که در رأس وظایف بسیار مهم و ارزنده هستن و جوانا ارزش میتن و کارهایی که جوانا واقعا افتخاراتی که به مملکت میارن، این واقعا قابل قدر است. به من به ایسی یک زن افغان از شما این تشکر می کنم که واقعا ارزشی که قائل شدین برای تیم بسکتبال ما و همچنان بر جوانای ما که انشاءالله بر آینده خوبتر شده میره و در بازار برای دیگه ورزشکارهای داخل افغانستان انشاءالله باز میکنه. و یک دنیا تشکر از شما. اگر یک پیام هم برای جوانا داشته باشین، چه جوانای داخل و چه جوانای خارج، چون میفهمین که تلویزیون آریانا خودش جهانی است، حتما بیننده هایی در اینجا هم داره، در افغانستان هم، یک پیام اگر داشته باشین برای از نو بسیار خوشحال میشه. تشکر. با استفاده از فرصت میخوایم که تمنیات نیک خود را برای آقای انجینر احسان الله بیات که همیشه در عرصه های مختلف افغانستان را کمک کردن، ایسی یک هموطن شریف و با احساس در عرصه سپورت جوانای ما را تشویق کردن و همین تیم باسکتبال را هم اونا لطف کردن، مسائل مالیش به عهده گرفتن و برای زیکی اینا توان پول نداشتن تا توانستن به دوحا تشریف ببرند و اشتراک بکنن. من اول از همه تمنیات نیک و سلام های خدا حضور از اونا تقدیم میکنم و تشکر میکنم و همچنان از طریق تلویزیون آریانا برای همه هموطنهای عزیز خود و مخصوصا جوانای گرامی خود که سپورت یگانه وسیله هست که هم صحت و هم فکر سالم را به وجود میاره و یک مصروفیت نیک است که جوانا را از انحراف وامی داره و برای درست تشویق میکنه. به قسمی که من امروز عرض کردم که سپورت میتونه در عرصه روابط بین المللی و مناسبات با کشورها و ملتهای دیگه هم تاثیرات مثبت داشته باشه، این جوانای ما که در افغانستان از هم سپورت بکنند و در پهلویی که درس میخوانند، اکثرا در کشورهای پیشرفته کسایی که استعداد بسیار خوب درسی دارند، لیاقت دارند، در سپورت بسیار پیش هستند. که ایره امیدوار هستم که در افغانستان هم همونطور باشه و جوانای ما به سپورت رو بیارن و نام افغانستان از این طریق بلند نگه بکنن، بیرقش بلند نگه بکنن و یک خدمت رو به وطن خود بکنن. یک دنیا تشکر آقای عاطف مل از چند دقیقه در اختیار ما و بیننده های تلویزیون آریانا گذاشتین. باز هم ممنون و از این خیرخواهی و از این طرز تفکری که دارین که برای جوانا همیشه فکر میکنین و برای رشد از اینا کوشش میکنین. باز هم یک دنیا از شما تشکر و خدا حافظتان باشه. با من بیننده عزیز، من بسیار خوشحال هستم و این افتخار دارم که آن در کنار آقای عتیق بایات جنرال کنسول افغانستان در لس آنجلس قرار دارم و امروز آقای عاطف مل یک دعوت در خانه خود گرفته بودند برای تیم بسکتبال افغانستان، ملی افغانستان، که اینا باعث یعنی چند تیم نام چند گیم اینا به حساب بردن و آقای عاطف مل امروز اینا رو کلچن به خانه خود خواستن و من رشته صحبت برای خود آقای عاطف مل میدم تا در این باره بر شما معلومات بده. خب آقای عاطف مل بفرمایید. تشکر بسیار زیاد. امروز تیم بسکتبال افغانستان، تیم ملی افغانستان که در امریکا قرار دارند با ما بودند و این تیم از جوانای تشکیل شده که در کالیفرنیا، ویرجینیا و بعضی استیت‌های دیگه امریکا تشریف دارند و تنی قبل به نام افغانستان، به نام تیم ملی افغانستان تحت بیرق افغانستان اینا به دوحا، به قطر تشریف بردند و اوجه افتخارات را بر افغانستان کمایی کردند و به خاطر قدردانی از این و به خاطر تشویق جوانای عزیز خود من امروز ضیافت را و دعوت را ترتیب داده بودم که اینا بیان و از طرف دیگه از طرف کمیته المپیک افغانستان آقای انور خان جکتلک هم
مدال ها و تصدیق نامه های ترتیب شده بود که او را امروز تا میز ضیافت امروز همراه با محترم اسماعیل حسینی کوچ سابقه دار تیم باسکتبال افغانستان هستند و همچنان زبیولای صبات که از سابقه دارای باسکتبال افغانستان بودند با دیگر بزرگای بخش سپورت افغانستان به این جوانای خود توضیح و تفویض کردم و برشان داده شد و این یک جای بسیار خوشی هست که جوانای ما که زمینه سپورت برشان مساعد میشه استعداد از خود دارن و مانند جوانای کشورهای دیگه اینا از خود شایستگی نشان دادن و امیدواری برای ازی هست که امی کمبوتی که در سپورت افغانستان نظر به ناملایمات سیدهه به وجود آمده انشاءالله با توجه و احساس نیکی جوانا دوباره می کمبود و خالقاه پر می شد. انشالله. واقعا ایزان امروز ما بسیار یک روز خوش بود و روز پر افتخار بود و من هم به نمایندگی همه شما از آقای عاطف مل تشکر می کنم که تو ضیافت را برپا کردن تا از جوانای ما و سپورتمندی های ما قدردانی شد و برشان مدال ها داده شد. دیگه باز هم آقای تفمل یک دنیا تشکر از شما. وقتتان میروانیم باز کردیم دیگه انشالله خداوند اینا رو موفق تر داشته باشه و انشالله در دیگه تیم های سپورتی هم افغانستان درجات بسیار بلند را در افغانستان و در دنیا بگیره. تشکر خداحافظ. خوشحال هستم که در خدمت اسماعیل جان حسینی که اینا خودشان رئیس تیم ملی افغانستان هستن و همچنان آمد جان قادری که همگی میشناسنشون نام خدا یک آدم بسیار پاپولر هستن. اینا درباره امروز همی برنامه ایره که در خانه عتیق الله عاطف مل جنرال کنسول افغانستان در لس آنجلس بود بار خواستیم که نظر رئیس اسماعیل جان حسینی را و همچنان از آمود جان قادری را در باره هم بگیریم. خب ببینیم که اسماعیل جان در باره چی میگن در باره تیم و موفقیت هایشان. مهربانی تشکر از تو مهربانی تان جناب قادری صاحب شنوندگان محترم داخل افغانستان خارج افغانستان سلام علیکم رحمت الله و برکاته. بنده اسماعیل حسینی خدمتگزار بسکتبال افغانستان نمی آخر متصدی یا رئیس تیم ملی بسکتبال افغانستان که از طرف المپیک افغانستان بر من وظیفه داده شد سال گذشته که یک تیم 12 نفری بسکتبال بچه های افغان بر المپیای 15مین المپیای آسیایی بر دوحه بر من مسئولیت مول ساختند و ما زبیجان ثبات دست به کار شدیم که به تاریخ 7-8 اکتبر سال 2006 ما به اینجا آمدم و به یک ترای اوت انتخابات توسط یک هیئت جوری کردیم و به تاریخ 15 و 14 اکتبر سال گذشته به ویرجینیا که تمام گپا از طریق فدراسیون سپورتی افغانا تمویل شده بود اینا زمینه رو مساعد ساختن ما این ترای اوت کردیم و تاریخ 18 نوامبر سال گذشته به قطر رفتیم و برای 10 روز و اولین مسابقه ما همراه تیم هنگ کنگ چین بود که بازی 58 مقابل 63 به نفع تیم ملی بسکتبال افغانستان خاتمه یافت. متاسفانه روز دیگر همراه تیم سوریه بود که نظر به باز مازیر و وقت کم و عدم موجودیت استراد برای رفیقای بسکتبال را ما و تیم سوریه باختیم و مد سال جاری به ماه جون به افغانستان رفته بودم توسط یک گروپ افغان سپورت یوت اکسچنج برای تشویق ترغیب بسکتبال از مکاتب نسوان شروع کرده و مکاتب مرستونای دو مرستونه که به نام آشیانه کشته ششترک و یک شارده شارنه بود رفتیم ترتیب کردیم و ما بخواه وقت هم یافتیم که یک 3 یا 4 تمرین به تیم ملی افغانستان جمعیزی پارتون کامل کنیم و در این زمان جناب محترم جگدلک صاحب یک تعداد مدالا و توایفی که برای تیم ملی افغانستان لازم دیده بودن بر من دادن که امروز توسط رفیقا و قادری صاحب و آقای عاطف مل کنسل صاحب توضیح شد.
بسیار زیاد تشکر. یک دنیا تشکر اسماعیل جان. تشکر سید نباشه. خب حامد جان قاضی شما که همیشه کمکایتان بر کلگی رسیده و همیشه به فکر خدمت به وطن و وطندار و افغان هستین. شما که امروز در این محفل بودین نظر شما درباره تیم دیدین جوانا را نظرتون چی است؟ تشکر جمال جان فضل واقعا که جای بسیار خوشی هست و همچنان از جناب آقای حسینی تشکر میکنم که زحمت کشن و همچنان آقای صبات که اینا نظر با شوق علاقه و مسئولیتی که احساس کردن و وطن دوستی که دارن این تیم را ایجاد تشکیل دادن و به افغانستان بردن و موافقت را حاصل کردن. این نتخواه برای افغانهای لس آنجلس یا امریکا بود بلکه برای تمام مردم افغانستان و مایر باز هم تبریک میگم و ما هر وقتی که میبینم یا در جای دعوت میشم و کار نکره برای افغانستان عزیز و برای وطنهای میبینم بسیار خوشحال میشم و امروز همین موافقت برای همه که تبریک میگم علم خصوص جناب آقای حسینی و همچنان آقای صبات و همچنان آقای عاطف ملک همیشه در کارهای که مربی به افغانستان بوده همه گره تشویق کرده و حمایت کرده و امروز میبینیم که با آسوزی که نیزا رخصتی هست این محفل در خانش به اصطلاح گرفته و همه گی جمع هستن و این موافقت یک بار دیگه به همه افغانهای عزیز تبدیل. یک چیز آمیجان بهتان امیال میگم که امیال آقای عاطف ملک اینجا نیستن اما در غیابتان گفتن که آمیجان و تلویزیون خراسان یکانه تلویزیونی است که من همیشه با روی باز می آین و کاران امرای من همیشه کمک میکنن. اینا واقعا پیام یک افتخار بر شما است. تشکر جمیل جان، لطفا در حق ما کردن. ما وظیفتا نمیگه باید بکنیم و به این شکل باید باشه. زنده باشین. باز هم تشکر اسمان جان، یک دنیا تشکر. باز هم تشکر میکنم از محترم آقای بیات که در قسمت تکتای رفتن عبدالنفری تیم ملی بسکتبال افغانستان کمک کردن. یک تعداد زیاد افغانا فدراسیون سپورتی افغانا مقیم ورجینیا آقای اجمل غنی عتیق جان پنشیری اینا در قسمت انتخابات زمین در مساعد ساختن آقای نظیر جان وردک رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان اونا بسیار زحمت کشیدن. از اینا یک تعداد زیاد بزنس های خود رسی که نمی ترتیب تنظیم تمویل تیم ملی افغانستان فعلا اینا کمک کرد. از اینا تشکر میکنم و از لطف و مهربانی محبتشان به پایان به سبرانه تشکر میکنم. بازم از آقای قادری، از شما، از آمشا جان، از لطفتان، مهربانیتان، محبتتان که وقت بر ما دادین، افتخار بر ما بخشیدین تشکر میکنم. امید است که همونطور وزشکار را ما پیر شدیم رفتیم از بین رفتیم. امید است که جوان ها روی سنه بیاریم اونا هر کدامشان رول مادل هستن که در آینده نام هستن، آینده مملکت هستن. قسمی که عاطف ملک صاحب گفتن ورزشکارا سفرهای صلح هست که در هر جای میرن و نمایندگی میکنن، از اونا بیارایشانه میرن مسابقات هم کنن میکنن و پس من یک کت افتخار و ارمغان با خود میرن. تشکر جمیل جان، لطفتان، مهربانیتان، محبتتان. تشکر اسمان جان، یک دنیا تشکرشان آمو جان خان، یک دنیا تشکر جان، نباشی تشکر تبریکی سب هر کل اگه افغانا افتخار شد بسیار جد تشکر نباشی. خب اسماعیل جان، من میخواستم که از شما بپرسم که در رایی که امی تیم و سپورت ها که رفتن اینا کسایی بودن که شما رو کمک کردن به اینجا، چون میفهمم مخارج بسیار زیاد در انگفته حتما به کار است. بله، اول زمینه را زمینی رفت آمده ارتباطات تیم ملی افغانستان با فیبا آقای نظیر جان وردک و رئیس های المپیک زمینه مساخت بسایست ها. وقتی که ما تیم ساختیم آقای انجینر احسان جان بیات رئیس بیات فاندیشن اونا داوت طلبان حاضر شدن که مصارف رفت آمده بچه های بسکتبال افغانستان که از تمامش امریکا و داخل قطر میشد تمام مصارفش اونا متقبل شدن. در این زمان فدراسیون سپورتی افغانان در قسمت زمینه و ترتیب تیم ملی افغانستان و انتخابات شنا کمک کردن. ما را یک تعداد را به امریکا و کالیفرنیا روان کردن و یک تعداد از کالیفرنیا اونجا آمدن و جمعیزی ها ما گرفتیم و در قسمت
لباس تیم ملی نام کمک کردن و فعلا اونا فعال هستن داخل افغانستان، شروع کردن به باز مکاتبه که میدانهایشان، البته میدانهای بسکتبال تخریب شده، که اولین شروع کردن از مکتب نادریه شروع کردن، که انشاءالا امید است که در پلان به کمک های افغان سپورت فدراسیون و آقای بیات مکتب بیاره، یک تمام میدانهایش از والیبال، بسکتبال، میدانهای فوتبال را ترتیب کرده برای وقتی که من اونجا بودن افتتاح شد و تماما مسابقات معارف پانتون همونجا اجرا میشه و باعث افتخار هستن کسایی که در راه سپورت خدمت میکنن و امید است که یه خدمات خود استاد نکنن، با ما باشن تا زمینه را زیادتر مساعد بسازیم که رفت آمد دیده و دیده تماس های سپورتی بین افغان های خارج افغانستان و داخل افغانستان زیاد شد تا بتانه که در مسابقات ملی و بین المللی و اینا اشتراک کنن انشالله. و همیشه قسمی که اسماعیل جان گفتیم بنیاد بیاد همیشه خدمت کرده، نه تنها برای بخش سپورت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش طب و شفاخانه ساختن و پل و یعنی هر چیزی که به خیالم به دستشون آمده از کمک صرف نظر نکردن و ما هم ازشون تشکر میکنیم که در قسمت سپورت هم حال با سند شما خودتون گفتیم که تیکت تیاری تمام هبده نفر تیمه اینو پرداختن، خب دستشون درد نکنن، موفقیت های بیشتر برای اونا و برای شما و برای همه انشاءالله میخواد. زنده باشید، شما زیاد تشکر دارد، تو تان میره بایدتر، وقتان برای فراوان، زنده باشید.